خامنه ای هیچ آمار رسمی از میزان ذخایر ارزی موجود و مسدود شده اش منتشر نمی کند. اما رسانه های بین المللی می گویند چین 20 میلیارد دلار، لوکزامبورگ 1.6 میلیارد دلار، کره جنوبی و ژاپن سرجم 10 میلیارد دلار و عراق هم بین 5 تا 7 میلیارد دلار پول رژیم را بلوکه کردند. صندوق بین المللی پول می گوید ذخایر ارزی رژیم ایران از 122 میلیارد دلار در سال 2018 به 40 میلیارد دلار در سال 2020 کاهش یافت. آن هم در حالی که خامنه ای تنها به 4 میلیارد دلار از 40 میلیارد دلار فقط برای خرید غذا و دارو دسترسی دارد. شرکت های ردیاب نفتکش ها هم تخمین میزنند رژیم در نیمه اول امسال روزانه حداکثر 650 هزار بشکه نفت صادر کرده است. این میزان بر مبنای هر بشکه تقریبا 60 دلار چیزی کمتر از 5 میلیارد دلار می شود، به شرطی که تمامی آن 650 هزار بشکه در روز به فروش رفته و در چین انباشته نشده باشد. ظاهراً یکی از علل طرح علنی درخواست یک مشوق 10 میلیارد دلاری با چنین خفت و خاری همین افلاس مالی رژیم است که نان مردم ایران را هم برای حسن نصرالله و بدر و حوسی و دیگر مزدورانش می فرستد.